روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز دوشنبه 30 سپتامبر است و ما با جمع همکاران در تاجیکستان و پراگ شما را با دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا با موضوع اساسی این برنامه شنید شد. در پای کشتار رهبران حزب الله لبنان، این سازمان تندروی زیر حمایت ایران اعلام کرد که به زودی هیئت نوی ریاستش را انتخاب میکند. با کارهای داخلی ازبکستان دخالت نکنید. مقامداران در تاشکند طلب دارند که نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زخارووا به فهرست سیاه وارد کرده شود. و در روز بزرگداشت جلال الدین رومی می رویم به وادی وحش، زادگاه شاعر و متفکری معروف ترین تاجیک در جهان. عمر آدم همچو برق است و درخش، با درخش کی توان رفت سوی وحش. و از خبری اخیر شروع میکنیم. رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیکر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه یک سال بعد بازداشت آزاد شده است. خالقوف برای برآمدن از حد وکالت های منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان عیبدار می شد. منبه های رادیوی آزادی گفتند این کار پس از پرداخت بیش از 10 میلیون سومانی یا 1 میلیون دلار جبران ضرر امکان پذیر شده است. تاجیکر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکل مالی دارد. نعیم قاسم معاون رئیس حزب الله، یک سازمان تندروی تحت حمایت ایران و یک حزب سیاسی که جنوب لبنان را زیر نظارت دارد، گفت که رئیس نوی این سازمان را به زودی انتخاب میکنند. حسن نصرالله رئیس پیشین حزب الله لبنان که امریکا آن را سازمان تروریستی مینامد، روز جمعه در ضربه های هوایی اسرائیل کشته شد. قتل او نگرانی ها از دامن زدن جنگ در خاور میانه را زیادتر کرده است. تحولات منطقه در گزارش همکارم طاهر سفر. یکی از بناهای استقامتی در مرکز شهری بیروت، اولین ضربه اسرائیل به یک محله اهالی نشین در مرکز پایتخت لبنان. جبهه خلقی برای آزادی فلسطین که یک سازمان افراطی دانسته می شود گفت در نتیجه ضربه 3 رهبری آن کشته شدند. شاهدان عینی از وحشت حمله می گویند. وضعیت وحشتناک و ترسناک بود. یک جسد آنجا روی زمین می خوابید. زخمی ها و ویرانی بود. مردم از ترس در کوچه ها می دویدند. اینجا گوشه دیگری در کنار شهر بیروت است، جایی که ارتش اسرائیل با چند حمله هوایی حسن نصرالله رهبر سازمان حزب الله لبنان را کشت، سازمانی که امریکا آن را گروه تروریستی می نامد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هدف حسن نصرالله از بین بردن کشورش بود. نصرالله یک تروریست دیگر بود، تروریست بود، محور محورها بود، محرک محور شرارت ایران بود. او و آدمانش تهیه‌گران طرح نابودی اسرائیل بودند. با افزایش حمله های اسرائیل به بیروت تعدادی به سرپناهان در لبنان زیادتر می شود. حکومت لبنان از بی خانمان شدن 1 میلیون نفر می گوید. عین زمان وزارت دفاع اسرائیل با نشر چند ویدیو گفت که بعدها موضع حزب الله در لبنان ضربه زده است. اسرائیل می گوید پیش از حمله ها غیر نظامیان را آگاه کرد که از آن جای ها بروند. رهبری لبنان حمله های اسرائیل را محکوم کرد. متاسفانه قانون جنگل که در جهان حکمران است به اسرائیل امکان داده است که تمام تلاش ها را برای آتش بس باز داشته جنگ را به ضد لبنان ادامه دهد، چون که پروای قانون های بین المللی ندارد. وزارت تندرستی لبنان گفته است که در حمله های اسرائیل در دو هفته گذشته بیشتر از 1000 لبنانی کشته و 6000 کسی دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید بعد از شدت گرفتن جنگ حزب الله روزانه تا صدها مشک به اسرائیل پرتاب میکند. در این حمله ها چند نفر مجروح شدند، ولی بسیاری از مشک و پهپادهای حزب الله را سیستم دفاعی هوایی اسرائیل نابود کرده است. در دوشنبه یک حادثه فرهنگی معرفی کتاب نویسنده میرزا نصرالدین نان شریکی و
با بهانه آن بررسی رابطه های سیاسی و تاریخی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. اثری نویسنده 76 ساله بحثی را در زمینه نقش روسیه در سرنوشت تاجیکستان چون یک کشور اشغالگر یا شریک و همکار ایجاد کرده است. همکارانم علی شیر ظریفی و برات یوسفی هم در این محفل گفتگوی تمدن ها اشتراک کردند. تو دون که خواه ریان است، خواه ولایت یا جمهوری، حاکم اساسی کاتب دویم حساب می‌یابد. همه دیگرگونی ها شکست و ریخت که در جمهوری به وقوع می‌آیند با راه و کانال های مخصوص کاتب دویم به مسکو می‌رساند. قاعده چنین است. پارچه از رمانی نویسنده میرزا نصیرالدین سعیدزاده با نام نانی شریکی 100 سال با روسیه. نویسنده 100 سالی زیری سلطنت روسیه قرار داشتن تاجیکستان را در سیمای قهرمانی اساسی اثر جاوید منصوروف رئیس یک کلخوز در وادی وخش با تصویر کشیده است که چگونه او با عذاب و ناعدالتی های آن زمان روبرو می شود. نانی شریکی در شبکه های اجتماعی واکنش های گوناگونی را به میان گذاشت. بعضی ها از آن توصیف نمودند و برخی انتقاد. چون این بحث نیز باعث توجه و خریداری و مطالعه بیشتر این اثر شده است. به نظر سیاستشناس عبدالله رهنما مناسبت تاجیکستان با روسیه روشن است و با وجود امضای چندین سند و حجت های همکاری در ذهن مردم پرسش های هست. در عمل بسیار گپ و بسیار مناسبت های است که برای ذهن جامعه، ژورنالیست ها، خواننده ها و مردم سوال می آفرد. این مثلا مناسبت با مهاجران، مناسبت در مسئله گوناگون. بنابراین هنوز امین گروه های هستند که اگر به روسیه کمی ایراد گیری حکم گیری داره یا که جانبداری کنی یا مخالفت کنی برای همین مثلا هنوز حل نشده است. درباره تاریخ تاجیکان اثرهای گوناگونی نوشته شده است ولی در رمان نانی شریکی میرزا نصیرالدین سعیدزاده بعضی قالب شکنی و افشای کمبودی های 100 سال پیش به طور موثر انعکاس یافتند. کسی که اندکی گویم که استعداد داشته باشد آنده که خصلت نویسندگی داشته باشد با گذشتهش نگاه میکند که چی شد گذشته ما. امروز ما با کجا میرویم؟ هر چیزی که من نویستم هم نان شریکی هم آتش در خانه قدیم و شب دشوار اون چیزی که در همین نگاه من بود، در وجود من بود، اون چیزی که من دانش داشتم همین کتاب ها نویسندم. خواهد میکنم که یک نگاه تاریخی باید باشد به خواننده ما. اگر هرچند که ما هر زیادتر هرچند نگاه تاریخی داشته باشیم این برای خواننده خوب است. فقط نگاه همین که مردم دانند گذشته ما چی بود. و بینندگان ارجمند شکل مفصل این گزارش و گفتگوه اطراف کتاب نویسنده میرزا نصیرالدین به زودی در سامانه رادیو آزادی نشر می شود. اتفاقاً بحثی که این روزها در میان مسکو و تاشکند سر زده است تا جای ادامه داستان است که حالا شنیدیم، حالا گفتیم. یک مقامدار حکومت ازبکستان طلب کرد که ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه را در صدر فهرست افراد نامطلوب برای ازبکستان قرار دهند. ماریا زاخارووا را بعد این نظرهایش درباره حادثه در مکتب تاشکند به دخالت به امور ازبکستان گناهگار میکنند. امروز امبودسمن ازبکستان گفت که در این کشور هر حادثه خشونت در مکتب را تحت نظارت جدی قرار میدهند. زاخارووا چی گفت و چی شنید؟ در گزارش همکارم شهلو گلخواجه. ماریا زاخارووا باید در سرخط فهرست شخصان نامطلوب در ازبکستان جای داده شود. این را مشاور وزیر اکولوژی ازبکستان، سابق بلاگر و دیپوتات پارلمان رسول کوشربایف در صفحه تلگرام خود نوشته است. کوشربایف گفت ازبکستان هرگز به کار مکتب‌های روسیه دخل نکرده است چون که این مسئله امور خاص و داخلی مسکو است. این که نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارووا طلب کرده است که حادثه در مکتب تاشکند تحقیق شود، با گفته این شخص بانفوذ حادثه نیست که به آن باید چشم پوشید. او گفته است بر پایه قانونی که به تازگی قبول شده است، فرصت آن رسیده است که زاخارووا را بر روی خط آن شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی وارد کنند که حضور آنها در ازبکستان نامطلوب دانسته می شود. کوشربایف گفت مطمئن است که ماریا زاخارووا باید اول شده به این روی خط سیاه وارد کرده شود. با این را به گفتش زاخارووا می فهمد که اظهارات تحقیرآمیز و نژادپرستانه‌اش بی جواب نمی ماند.
دریغ این باری اول نیست که زخارو به امور داخلی دیگر کشور و ملت ها دخالت میکند. علاوه به این چند پیش خانم زخارو وقتی گپ های یک سیاستمدار روس را درباره احتمال هجوم به اوکراین شرح میداد، درباره ازبکستان بعضی گپ های تحقیر کننده به زبان آورد. بر اساس خبرهای اخیر آموزگاری را که خواننده مکتب را زده است جریمه بستند. او را در آگاهانه رسانیدن آسیب سبک و تحقیر گناهگار کردند. مدیر مکتب از کار رانده شد. در حادثه‌ای که روز 23 سپتامبر در درس زبان روسی مکتب 188 توشکند روی داد، معلمه پسر بچه‌ای را که از او خواست درس زبان روسی به روسی برگزار شود، او را لاتکوب کرد. با این حادثه در کرمل توجه کردند و ماریا زاخاروا طلب نمود که این حادثه شرح داده شود و گفت آن زیر نظر عمیق مسکو می باشد. چند مقام در ازبکستان با او گفتند به امور داخلی این کشور دخالت نکند. تاس نوشت که روز 27 سپتامبر رهبران وزارت های امور بیرونی روسیه و ازبکستان سرگئی لاوروف و بختیار سعیدوف در حوشه مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کردند و به ذکر موضوع گفتگوها سعیدوف بدان نوشته است که جانب ها پایبند بودنشان به اصل عدم دخالت به کار کشورهای همدیگر را تاکید نمودند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید. امروز 3 سپتامبر در تاجیکستان روز بزرگ داشتی مولانا جلال الدین بلخی است. باور می رود شاعر و متفکری برجسته عصر 13 سال 1207 در وادی وخشی امروزه تاجیکستان تولد شده، مدت در اینجا زیسته است تا زمانی که برای آموزش و ایجاد تحقیق و کشف حقیقت به خارج رفت و اثرهای معروفش دیوان شمس، مثنوی معنوی و دیگرها را آفرید. مثنوی از اثرهای معروفترین جهانی او است که به ده ها زبان خارجی ترجمه شده است. ولی در زادگاهش وادی وخش درباره او چی میگویند؟ گزارش از مولا رجب یوسفی. پیکره 17 متره مولانا یا جلال الدین بلخی در ناحیه همنام او در وادی وخشی ولایت ختلان. اینجا مشتی خاکی از تربت او در قونیه ترکیه آورده مقبره را بنیاد کردند. کنارش همسان خانه را بنیاد نمودند که گفته می شود جلال الدین بلخی در وادی وخش زندگی و ایجاد کرده است. چله خانه، مدرسه مردانه و زنانه، 9 حجره مخصوص که گفته می شود زندگی مولانا را انعکاس می کند، دقت مهمانان را از ترکیه، ایران و هندوستان و کشورهای دیگر جلب می کند. یک زمره عالمان و محققان گفتند که مولانای بزرگ مؤلف داستان بی‌زوال مثنوی معنوی زاده بلخ نبوده، در قسم شرقی رودخانه وخش به دنیا آمده است. کرامت الله صدیروف، شاعر جوان و از دوستدار آثار مولانا بلخی، در وادی وخش میگوید که بدون شبهه مولانا زاده ختلان بوده، زادگاه او در آثارش ذکر شده است. عمر آدم همچو برق است و درخش، با درخش کی توان رفت سوی وخش. یعنی این مصرعه شعری دور از وطن در شهر کنیه سروده شده است که هنگامی بیمار بودن، هنگامی خب تنیشون فرسوده بودن سروده شده است که شعری حسرت نیز نامیده می شود که چگونه می توان با این برجاماندگی و زادگاه خیش و بخشان زمین روان. مقامات محله می گویند که تلاش های زیاده را برای گرامی داشت متفکر برجسته انجام دادن. هر ماه محفل مولانا خانه انجام می شود به هدف آگاهی بیشتری مردم. مولانا جلال الدین بلخی یا رومی در جهان شناخته شده، آثار پرغناوت او با زبان‌های مختلف نشر شده است. بنا به معلومات سرچشمه‌های تاریخی او سال 1207 در وادی وخش تاجیکستان به دنیا آمده، سال 1273 در شهر قونیه ترکیه وفات کرده است. از بهار سال 2022 مرکز مولانا در خیابان مولانا جلال الدین بلخی افتتاح شد و همساله روز جهانی مولانا نیز همینجا برگزار می‌شود. شعار روز جهانی مولانا برای امسال مصرع‌های شعری مشهور بوده است: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. بینندگان ارجمند، برنامه ما در همجا به آخر میرسد. تشکر که با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیو آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.